هنر توجه به یک کمال مطلوب متعالی نباشد، به اصطلاح اروپایی ها ترانساندانس درش نباشد، هنر به حد صنعت تنزل پیدا میکنه و به همین سبب امتیاز خودش را از دست میدهد. برای اینکه یک همچو جمالی که در هنر غیر دینی به اون توجه میشود همیشه با شهوات هم انان است، همراه. هنرهای غیر دینی معمولا هنرهای شهوانی است، هنرهایی است که شهوت دایر مدار امره، در نقاشی، در شعر، در موسیقی، در تئاتر و در همه چیز. ما خیلی کم داریم هنری که ظاهر بشود هنر ممتازی هم باشد، هنر فاخری هم محسوب بشود، ولی یک سبقه دینی و روحانی درش نباشد. اگر این طور نباشد معمولا هنر با شهوت ارتباط داره، از شهوت مایه میگیره، یعنی به جای اینکه انسان بالاتر ببرد، بالاتر از حد خودش، پایین تر میکشاند، یعنی به حد حیوان تنزل میدهد، چون شهوت خصوصیت زندگی حیوانی است. بی سبب نیست که شما در تاریخ میبینید که عالی ترین نقطه هنر، یعنی اوج هنر، اوج نقاشی اروپایی، اوج موسیقی اروپایی، حتی اوج مجسمه سازی، اوج معماری، وقتی است که هنر از دین مایه گرفته، از ایمان مایه گرفته، این نفسات روح القدس برش تابیده، چون هنر هیچ دخلی به علم و به عقل نداره. هنر در پی زیبایی است، علم در پی درستی است و این دوتا غیر از همه. اون چه علم میخواد به رست بیاره این است که چیز که درسته، اما اون چه هنر میخواد به رست بیاره این است که چیز که زیباست. و زیبا و درست اگرچه با هم اختلافی ندارن، یعنی مباینتی ندارن، ولی غیر از هم دیگه است. حتی در ساختن یک بنایی جنبه معماریش همیشه با جنبه مهندسیش فرق داره، یعنی اون چه مربوط به علمه و اون چه مربوط به هنره با هم متفاوت. پس هنر رو علم نمیده، عقل نمیده. هنر یه دیسیپلین خاصی در فرهنگ انسانی است که در پی وصول به جمال. وقتی عقل هنر رو نداد، علم هنر رو نداد، خود به خود هنر از چی باید مایه بگیره؟ از جنبه انفعالی و ذوقی انسان. انسانی که اگر توجه به عالمی فراتر از عالم خودش نداشته باشه، خود به خود این جنبه انفعالی در او جنبه شهوانی وجودش میشه. به همین سبب است که میبینید شعر یا از ایمان بهره داره یا شعر شهوانی است، نقاشی یا از ایمان بهره داره یا نقاشی شهوات، موسیقی یا از ایمان بهره داره یا در خدمت شهوات قرار میده. لطف هنر در جایی است که ارتباط بدهد، اتصال بدهد انسان را مبدا وحی. بنابراین می‌بینیم که هر جا روی می‌آوریم خودمون رو در برابر یک عدم کفایت می‌بینیم، عدم کفایت به شخص خود، یعنی عدم کفایت شخص خود ما برای خودمون. ما برای خودمون لازم هستیم ولی کافی نیستیم، اکتفای به نفس نداریم، اکتفای به ذات نداریم، و این عیب ما نیست بلکه هنر ماست. چون برای اینکه ما بتوانیم کافی به ذات باشیم، یا باید جماد باشیم و نبات باشیم و حیوان باشیم، یعنی در واقع به جایی جز اونج هستیم چشم ندوزیم، افقی رو جدا از اون چه زیر پای ماست نبینیم، در نظر نگیریم، به این البته نقص ماست، قصور ماست. یا اینکه باید خدا باشیم که نیستیم، تا بتوانیم به ذات خودمون اکتفا کنیم. یعنی در واقع یا باید چیزی جز اون چه داریم نخواهیم، یا اینکه هر چه رو که میتوانیم بخواهیم داشته باشیم. اولی حیوان، دومی خداست. ما در این میان قرار داریم،
موقف خاص انسانی ما اقتضا میکند که هم بخواییم که داشته باشیم و هم همه چیز رو که میخواییم نداشته باشیم. بنابراین خود به خود در تکاپو باشیم، خود به خود بخواییم از خودمون خارج بشیم و به جایی روی بیاریم، و این جایی که باید به اون روی بیاریم اگر از وحی مایه نگیره، اگر مرتبه‌ای بالاتر از مرتبه انسانی نباشد، خود به خود مرتبه‌ای پایین تر از مرتبه انسانی خواهد. بنابراین جنبه حیوانی خواهد داد به همه فعالیت‌های ما، جنبه شهوانی خواهد داد به همه هنرهای ما، در خدمت امیال پست قرار خواهد داد ذوق ما رو، متوجه به برآوردن احتیاجات حیوانی خواهد کرد عقل ما رو. یعنی در واقع ما کسانی خواهیم بود که قدرتی بسیار به دست آورده ایم در اثر پیدا کردن عقل، در اثر داشتن عقل، منتها این قدرت رو میخواهیم به کار بیندازیم در زمینه امری که اون امر برای ما پس پشت نهاده شده و دیگر هیچ گونه توجهی به اون نداریم. عیناً مثل این میماند که یک شخص انسان، یک فرد انسان بزرگ شده باشه، رشد کرده باشه، کار کرده باشه، ثروت بسیار زیاد به دست آورده باشه، ثروت بسیار زیاد در حد اعلای توانگری قرار گرفته باشه، میلیون ها میلیارد ها پول در اختیار داشته باشه، منتها با این میلیون ها و میلیارد ها میلیارد ها بخواهد فرض فرمید که فقط غرق و روت یا نخود چی کشمش بخره و بخور، هر چی داره بده برای این اتار به دست بیاره. برای به دست آوردن این دوتا لازم نبود که این همه تکاپو و تلاش بکنه، در حد بسیار پایین تر براش ممکن بود که به دست بیاد اینها، احتیاجی به تحصیل این قدرت نداشت. هیچ فرقی با این شخص نداره، انسان که عقل به دست آورد، عقل رو به کار برده، علم به دست آورد، علم رو به کار برده، صنعت به دست آورده، صنعت رو به کار برده، قدرت به دست آورده، حالا خودش صاحب اختیار طبیعت میدونه، اما این همه اختیار رو، این همه اقتدار رو میخواد به کار بره در راه چی؟ در راه خوردن و خوابیدن و آمیختن، که هیچ گونه احتیاجی به این که این همه تکاپو بکند عقل، این همه جستجو بکند علم و این همه تلاش بکند صنعت نداشت. برای حیوان، بر مرتبه حیوانی، در حد حیوانیت حاصل بود و بسیار هم خوب حاصل بود، به طور طبیعی و غریزی حاصل بود، در حد یقف حاصل بود. بنابراین حیف هست انسان که بخواهد خودش رو پایبند بکنه به غایاتی که اون غایات اقتضای زندگی حیوانی است، منتها با وسایل انسانی که عقل و علم و صنعت باشد برای تحصیل اون غایات تلاش و فعالیت بکنه. عقل رو به انسان دادن برای اینکه وسیله اعتلا و ارتقای انسان باشد به مرتبه بالاتری، وسیله وصول انسان باشد به غایت بالاتری، و این غایت رو، این مرتبه رو فیوضات روح القدس است که به صورت وحی برای انسان تعیین میکنه. و البته دور به دور در هر ظهوری مرتبه بالاتری رو، مرتبه فراتری رو نشون میده. ما اهل بها میدانیم که اون چه در این ظهور بدیع نشون داده شده، قایتی که در این امر بدیع فیوزاد روح القدس در این مرحله از تکامل حیات معنوی انسان نشون داده، وحدت عالم انسانی است که حاصل تعلیمات وحی، حاصل آثار قلم اعلاست، حاصل فیوزات روح القدس است. و توجه به همان است که میتواند همه قوای انسانی رو تمرکز بدهد و به صورت وسیله مؤثر و مفید و مهمی در بیاورد تا بتواند موجبات وصول نوع انسان رو به خودش فراهم